نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 11 جمادی الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با اعمال گذشته فرد غیر مسلمانی که مسلمان شده است فرمودند اگر شخص غیر مسلمان مسلمان شود بابت سال های گذشته که خمس، زکات، فدیه و کفاره پرداخت نکرده چیزی برگردن او نیست. اما از این پس باید این اعمال را انجام بدهد، ولی اگر به کسی مدیون است و یا کسی را کشته که باید دیه او را پرداخت کند. این مسئله در فقه مطرح شده که این مورد به گردن اوست و بایستی دیون را پرداخت کند. معظم الله با اشاره به آیات 42 تا 44 سوره مدثر ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین شما را چه عملی به عذاب دوزخ گرفتار کرد؟ آنان جواب دهند که ما از نمازگزاران نبودیم و مسکینی را طعام نمی دادیم. فرمودند مشهور بین فقها این است که غیر مسلمانان مکلف به فروع هستند، لیکن اگر قبل از مرگ توبه کنند به برکت اسلام آنچه که در گذشته انجام نداده اند از آنان ساقط می شود. اما اگر با این حالت از دنیا بروند همان گونه که بر اعتقادات مسئول هستند بر اعمالی که انجام نداده اند نیز مسئول می باشند. ایشان در رابطه یه حکم قاصر و مقصر در رابطه با غیر مسلمانی که تا پیش از مرگ اسلام نیاورده اند فرمودند مسئله قاصر و مقصر محل اختلاف شدید میان فقها می باشد. اما آنچه که مسلم است این است که قاصر مستحق عقاب نیست، اما مقصر مستحق عقاب است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. خمس به مال تعلق گرفت، به خود ما حالا که کافر بوده نمیداد. اما الان تکلیف رو بده، الان باید بده، اما مال مال گزی بله یا والله الافادت یوما به یوم، بله الان باید بده، اما مال سالهای گذشته که سود کرده و نداده و اموالش از بین میدونم به مال خو یجب، یجب معنیش یعنی یقطع، الاسلام یقطع، یجب به موقع یعنی یقطع، یعنی میچینه، قیچی میکنه قبل را، از حالا حساب میشه. بله الان پولی که داره باید خمس بده، اما زکات باید سال برش بگذره، الان بلانی زکات بده. همین مکلف بوده مگر که مسلمون بشه. اگه مسلمون شد از این به بعد حسابه اون تکلیف ساقط میشه. یجب معناش همینه که یعنی بوده تکلیف، ولیکن چون مسلمون شده برکت اسلام عفوش میکنه از گذشته.